بچه هنوز خیلی از کشور مونده که من ندیدم. بعضی قرفه هم اصلا کشور نیستم، مثل اینجا دیگه تو مایه امارت اسلامی کلن اسلام رو توش مثل که توضیح دارن، همیشه نمایشگاهی داره و نیوزلند رو داریم. هنوز روسیه رو ندیدیم، چین رو ندیدیم. بعد ازم به خدمتون چه کشور دیگه مونده؟ سنگاپور رو ندیدیم مثلا، چه میدونم آمریکا جنوبی اصلا زیاد ندیدیم، مکزیک رو ندیدیم. اگه دوست دارید قسمت بعدی هم درست کنم حتما تو کامنت ها بنویسید بچه‌ها. من اگه ببینم اصلا زیاد رغبت ندارید میگم اوکی کافیه، ولی اگه دوست دارید حتما تو کامنت ها بنویسید تا من کامنت ها رو که میخونم بدونم که بعد برم ویدیو بعدی هم بگیرم. راستی بچه‌ها اسپانیا ایتالیا هم مونده، وای چقدر چیز داریم که ببینیم. اون ایتالیا اون اسپانیا خود امارات هم مونده اصل کاری میزبانو نرفتیم هنوز. نقشه کوبه هم جالبه اینجوریه. بامبو بچه هانیم قرفه کوبا، یکی کشوری که واقعا دوستان برم ببینم من از ایک در آینده. کلان کالچر خیلی باحالی داره اینجا، هم نمیشه عجایب طبیعت. موره خوشنگ داره. یه میگم مسافرت واقعی، بعد اینجوری مسافرت کرد بری تو دلش. اح بح، همچین ویدیوی واسه تو میگرم مطمئن باش. بچه مالدیو، هر وقت اسم مالدیو میاد یاد فوتبال ایران و مالدیو میافتم. اون 17 تا 18 تا 20 تایی که میزد چقدر هم کمک که علیدایی بید آقای گل بشه. ایوه بریم پس نگاه کنیم مالدیو رو. خیلی دولان سقوده ای این کوری بخونیم باشون. بچه مالدیو یکی از خوشگل‌ترین جزیره ها رو داره، یه خیلی جزیره داره. اون از اون جایی که یه بار حتما برم، ولی خب یه نفره فکر کنم سخت باشه اینجا رو. بعد دو نفره یا چند نفره رفت؟ مینیمم دو نفر. بچه دو تا غرفه مونده، ژاپن و امریکا. هر دفعه میام اینا رو برم سرا چهار تا چیز اتفاق میفته، گروه رقص میبینیم، چهار تا کشور جدید میبینیم، دوست داره بره ببینه. هی افتاده عقب. الان ساعت 1:06 عصر، من از 3 میخوام برم اینا رو ببینم. بیا الان من دارم ژاپن رو ببینم، باز یه جای خیلی خوشگل دیدم که حیفم میاد فیلم نگیرم. چرا اینجا خوشگل درست کردم بچا؟
ولی بچه ها متاسفانه ممنوع دخوله، دخول ممنوع اینجا. طرفدار ایتالیا کجان؟ این قرفه ایتالیا فعلا از بیرون داشته باشین تا ببینیم اگه استقبال شد میریم به جنگش قسمت بعدی. صفش هم زیاده، از اسپانیا مثل که طرفدارش بیشترن. بچه منم گفه ژاپن میگن که صف بعد بکنید تو صف بعد بایستید پاسه چقدر 2 ساعت و نیم، یعنی میگن مطمئنید میخواییم بیاین 2 ساعت و نیم بعد صف کنیم. منم گفتم حالا اوکی، چون دفعه قبل منم بسته بود دیگه آدم شاید فرصت نکنم، حالا ببینیم چی میشه. اصلا یه روب گذشته تازه شده 6 روب، یعنی من بعد تا 8 و نیم صف کنم حدودا. امیدوارم که نباشه اینجوری. آقا بدترین حس اینه که دقیقا میرسی جلو ببندم بگم منتظر وایسا، این خیلی بده. بالاخره بعد از 2 ساعت بچه وارد ژاپن شدیم، ببینیم ارزشش واقعا این همه صبر کنیم یا نه. خدا اگه کار خاصی نکنه اینجا رو سرشون خراب میکنم. شما قضی نقیش صبر کردم. ولی یه چیز جالب، دختراشون همه همسایزن، اصلا یکی قد بلند و قد کوتاه نداره، همه همسایزن، کلا تک سایز زدن اینا. خب بچه قرفه ژاپن رو با هم دیگه نگاه کردیم،
بعد بگم در کل ارزش نداشت دو ساعت و نیم واسه صبر کنیم، دو ساعت و نیم صبر نکنیم، فکر کنم دو ساعت یا یک ساعت و نیم صبر کنیم. در نهایت میتونم بگم نیم ساعت 40 دقیقه ماکسیمم ارزش داشت که صبر کنیم واسه این قرفه ژاپن. کار خیلی جالبی توش کرده بودن، اول که وارد شدیم اون بخار اون چیزی که بود خیلی یهو سورپرایز شدیم هممون از اون طراحی که کرده بودن، تاریخچه ژاپن نشون داد. بعد وارد اتاق دیگه شدیم که بازم اون طراحیش سورپرایز کرد همه رو. ولی خب چی بود؟ آثار دو تا از هنرمندای ژاپنی بود که هر کدومو به صورت حباب حباب درست کردن تو کل اون اتاق و هر کدوم یه مفهوم خاصی پشتش داشت این قضیه. مثلا در مورد محیط زیست و این حرفا. ولی خب چیزی که منو ذره ناامید کرد این که در مورد تکنولوژی و آینده و این چیزا چیزی از ژاپن ندیدیم که واسه آینده چه برنامه‌ای داره، چیکار می‌خواد بکنه. این قسمت بعد داستانه. ولی خب در کل خیلی تجربه خوبی بود. ولی دو ساعت و نیم یا دو ساعت که صرف کردیم الان من ناراحتم که چقدر وقتم رفت بودی دوستم 4-5 قرفه رو ببینم. تنها نقطه قوت ژاپن اون دختراش بود که خیلی بامزه و کیوت بوده. من هر وقت این دختره ژاپنی و وقت چینی رو میبینم خیلی بامزن، اصلا نمیدونم چی رویه، مثل عروسکش رو میمونن. و این باعث شد من دوباره رفتنم به ژاپن خیلی قوی تر بشه و دیگه بعد پلنم رو بریزم یواش یواش جدی بشم واسه سفر به ژاپن. خب این از غرفه آمریکا. بریم ببینیم این غرفه هم صفه بازم. ای بابا چقدر تو صف هستی. اینجا صفش از ژاپن خاص بهتره. You and me long time ago, and we were teens with tremendous dreams, always playing king and queen. We had set our minds to leave, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai. Or so, when I close my eyes, I see how we all were tripping with beliefs. Ooh, and our hearts were young and free. We had set our minds to leave, face the world on wheels, cross the borders of Morocco, take a journey to Dubai. In Disneyland Paris, take a swim in salty water, drinking stars and holy sun. And then we cross the tingling sensation is coming through you. If you guys know how to shine, I'm going to stress you. Okay. Man, I'm going to make you guys more tested.
راکت اصلی آوردن اینجا. یه سایزی داره. تو الان چیزی که از امریکا دیدم فقط تمرکز کرده رو هوا و فضا و کلن مریخ و اینجور داستانا. در مورد خود زمین چیزی ندیدم فعلا. تاریخشون رو معرفی کردن و این راکت عظیم رو که داره نگاه میکنیم. اینجاست که دیدیم دیوید اوسا. دیوید اوسا. خب بچه قفه امریکا هم با هم دیدیم. اونجا که اول شد وای میسید فقط تو رو میچرخوندن حسال خوبی به من شخصا نمیداد، چون من دوستشم خودم هر جا میخوام برم نگاه کنم، اگه کتابی هست مثلا اونجا نصفشو بخونم، ولی اینجا که رد میشوری فقط میتونی مثل ماشین نگاه کنی رد چی، یعنی یه چیزای وسط مثل مترسک مثلا وایستادی همین چیز وسط کشتن تو فقط نگاه کنی رد چی بری، که سوال خیلی خوبی به من نمیداد. در کل فقط پوز هوافضا و ناساشون رو میدادن دیگه، غیر از اون چیز خاصی دیگه نبود. در مورد اپل هم یه ذره صحبت کرد، در مورد تسلا هم بود، غیر از اینا دیگه هیچ چی دیگه نبود. هلو چطه درش؟ How many people in Dominica cooked using stoves that don't produce smoke? The answer is more than 90%. چی میگی داداش؟ اینا رو ولش کن. بگو بچه‌ها ویدیو رو قشنگ خوب ساب کنن، چک کنن سابشون نفعیده باشه. خب؟ Hello. آفرین. بچه ها اکسپو امروز هم بالاخره تموم شد. چند تا کشور با هم دیدیم؟ نمیدونم دیگه نشمردمشون، 5-6 رو فکر کنم شد حداقل. نه بگیم به نظرتون کدومه که این کشورها بهتر بود؟ امریکا رو داشتیم، ژاپن رو داشتیم، دیگه کجا داشتیم؟ چند تا کشور کوچیک داشتیم، افغانستان رو داشتیم. بگین دیگه بهترین کشور نظرتون خلاق‌ترین کدوم؟ به نظرم خلاقانه ترینش میتونم بگم انگلیس بود، ولی بهترین نبود، خلاق بود کارش خیلی، ولی خب خیلی به نظرم نقطه ضعف زیاد داشت. باید در کل ژاپن و امریکا هم شبیه هم بودن، مثلا مثل هم نمیتونم بگم کدومشون خیلی بهتر بود. این سری شما بگین، به نظر من که سخت گفتنه، شما بگین ببینم کدومشون بهتر بود. نظرتون واسه من کامنت بذارین، لایک ویدیو باشه یادتون نره. اگه دوست دارین قسمت بعدی و کشورهای جدیدم برام حتما بنویسین تو کامنت کدوم کشور بیشتر دوست دارین. تا ویدیو بعدی میبینمتون.